وقتتون بخیر خانم دهکردی پرستاران مشهدی تو بیانیه خواستار حذف اضافه کاری اجباری افزایش حقوق توقف برخورد های قهری شدن چقدر حقوق مطالبات انباشته شده اونها تو کوتاه مدت میسره در بر شما ببینید اون بخشی که به معوقات مزدی و در واقع مطالبات مالی پرستاران مربوط میشه واقعا اگر اراده ای در حاکمیت وجود داشته باشه برای رفع مشکلات معیشتی مزد بگیران قابل انجام هست به دلیل اینکه ایران سرمایه های فراوانی داره و همین الان هم حتی با وجود تمام تحریم ها با وجود تمام محدودیت هایی که برای فروش نفت و مواردی از این دست داره اگر اون هزینه هایی رو که در خارج از مرزهای ایران برای تقویت در واقع نیروهای نیابتی خودش در سرزمین های دیگه میکنه برگردونه به داخل مرزها و تلاش بکنه برای رفع مشکلات معیشتی مزبگیران این امکان وجود داره حتی در واقع با بخش کوچکی از اون مبالغ هم میشه آنچه که پرستاران به لحاظ مزدی و معیشتی میخوان رو فراهم کرد نه تنها پرستاران که کارگران و معلمان و سایر مزبگیران و بازنشستگان هم مشکلاتشون هر خواهد شد مسئله اینجاست که حکومت جمهوری اسلامی اراده ای برای این کار نداره و اساساً رضایت شهروندان براش در اولویت نیست واقعیت اینه که باید بپذیریم رضایت مردم برای حاکمیت در اولویت نیست و چندان از این اعتراضات هم ناراحت نیست به خاطر اینکه همونطور که در بیانیه پرستاران اومده اولین راهکار حکومت برای هر نوع اعتراضی سرکوب و امنیتی سازی پرونده افرادی است که دارن به حق و در چارچوب قانون به صورت کاملا مسالمت‌آمیز اعتراض میکنن همین الان در جریان اعتراضات یک ماه پرستاران دستکم برای سه پرستار اتهامات امنیتی مثل در واقع خط گرفتن از نیروی خارجی برای لیدری اعتراضات صادر شده بنابراین من فکر میکنم آنچه که به این مقوله ور هست بخشیش که دست حاکمیت و یک نکته دیگه که وجود داره اینه که بخشی از مطالبات پرستاران در در مورد در واقع تبعیض ها و ناکارآمدی مدیریت هست که اون رو در بخش بعدی اگر فرصت بکنیم بهش میپردازیم اما یک نکته هم وجود داره بقیه مطالبات باتشون مسائل ناترازی و نابرابری نیروی کار نسبت به ساعت کاری است که اون هم باز میگم به واسطه اینکه مدیریت ناکارآمد هست فکر نمی کنم در کوتاه مدت امکان پذیر باشه چون اساسا نیروی وجود نداره در بخشی از پر... حوزههای های بیمارستانی اصلا داوطلبی برای استخدام وجود نداره با توجه به این شرایط نامساعد و پرستاران ترجیح میدن در کشور دیگری در واقع تخصصشون رو به کار بگیرن و دارن مهاجرت میکنن خانم دهکردی پرستاران به تبعیض تو بخش مختلف کادر درمان معترضن چنین تبعیضی رو تو دیگر بخش جامعه هم شاهدیم تغییر چنین ساختاری در توان دولت پزشکیان هست یک دقیقه و 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم ببینید من خیلی کوتاه میگم آقای خامنه ای از سال 68 رئیس در واقع تمام دستگاه هاست. یعنی رهبر این نظام هست و در طول این سالها کسی نمیدونه مجموعه های زیر م... در واقع زیر نظر مستقیم او که کسی حق نظارت جز او بر اونها نداره چقدر درآمد دارن چرا از مالیات معافند هر سال چقدر به دارایی هاشون اضافه میشه و این دارایی ها در کجا هزینه میشه بنابراین وقتی یک حکومتی در این سطح با فساد و تبعیض پیوند میخوره من فکر نمی کنم نه تنها دولت و آقای پزشکیان که در اختیار هیچ دولت دیگری و هیچ شخص دیگری دلیلی نیست که بخواد این تبعیض سیستماتیک رو به تنهایی برطرف و مرتفع بکنه و پرستاران هم به همین دلیل هست که بیش از یک ماه از مواضعشون عقب نکشیدند و خواهان در واقع شنیده شدن صداشون هستند کما اینکه میبینیم صداشون آنچنان که باید و شاید شنیده هم نشده با توجه به ماحصل در واقع اتفاقی که بعد از این 33 سی سی روز افتاده در مورد اعتراضات اونها